درباره انتقال فضانوردان به ایستگاه فضایی مکرر در خبرها میشنوید گزارش امروز ما اما درباره سفر سه ربات مخصوص به فضا است که برای کمک به فضانوردان به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده شدند جزئیات بیشتر در برگردان فارسی گزارش کوین ایناکس خبرنگار صدای آمریکا نام این سه ربات فضانورد هانی، کوین و بامبل است. دو ربات هانی و کوین در حال حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی هستند و به زودی جزو خدمه آن خواهند شد. دو ربات هانی و بامبل الان در مدار هستند و هفته گذشته هم فعالیتشون را از طریق فضانوردمون چک کردیم و بامبل هم رسیده و روشن شده و چکش کردیم و شرایطش خوبه. اینها جای از فرز می گیرند که شکل ابتدایی تر ربات برای کمک به فضانوردان بود. این رباتها ها به دوربین و میکروفون مجهزند و به گفته ی مدیر پروژه آستروبی قرار است در ماه آینده در ایستگاه فضایی بین المللی آموزش ببینند. ما دوربین های این رباتها ها و نقشه فعالیت های اونا رو طوری تنظیم می که فضانوردان بتونن اونا رو برای جمعوری اطلاعات تصویری بر اساس مدل تجربی ژاپنی به معموریت بفرستند. فضانوردان بعد از اطمینان از کار رباتها در پیدا کردن مسیر خود در ایستگاه فضایی بین مللی می توانند از آنها در جابجایی وسایل سنگین استفاده کنند ما می خواهیم از این ربات ها به عنوان اسب های بارکش استفاده کنیم و با این کار به فضانوردان اجازه میدیم که به کارهایی که فقط انسان از پسش برمیاد برسند کارهایی که ترجیح داده میشه ربات ها انجام بدن سه دسته هستند کارهای خطرناک کسل کننده و چرکین. آستروبی امکانات زیادی هم برای آزمایش و تجربه در اختیار ما میذاره و بسیاری از دانش آموزان در سطوح متوسط و بالا در سراسر سر کشور برای کار در این زمینه با هم رقابت میکنند. مدول اتصالی آستروبی هم در حال حاضر نصب شده و برای پهلوگیری ماهواره های کوچک داخلی و نخستین معمولیت ربات در ماه جوان آماده شده است.